به نام خداوند بیندازم مهربان با تقدیم سلام و وقت بخیری دارم خدمت تمام شما دوستان عزیزانی که بیننده برنامه خودتان هستین. رسم زندگی آغاز شد و مثل همیشه نیم ساعت مهمان خانه جان هستین، پس چه خوب است تا دقایق پایانی برنامه بیننده برنامه خودتان باشین و از موضوعی که انتخاب کردیم مستفید شوین و بر گنجینه معلوماتتان بیفزین. پل های ارتباطی برنامه را فراموش نکنید، می توانید به 46 تماس گرفته کلید 4 سپس کلید 7 را فشار بدین، پیام صوتیتان را بر ما بفرستین و همچنان صفحه رسمی رسم زندگی را لایک بکنید، نظریاتتان را شریک بسازین با ما تا ما بتوانیم بهترین، متفاوت‌ترین و زیباترین برنامه را تقدیم شما عزیزان بکنیم. و نظر و موضوع برنامه می توانید با شماره تماس 0202093 با تماس شوید. موضوع امروزی برنامه ما برمیگرده بر قانونیت جرایم و مجازات. قرار است بحثمون را ادامه بدیم با آقای بلال احمد خطیر که ایشان استاد دانشگاه هستند. در رابطه با این موضوع صحبت‌های می‌داشته باشند. همه پیش از این که بپردازیم بعد ادامه صحبت‌هایمون می‌ریم به طرف بسته معلوماتی. قانونیت جرایم و مجازات. جرم عمل است که نظم عمومی در جامعه را مختل می کند و به این دلیل برای آن مجازات تعیین شده است و قانونی بودن جرایم به معنای این است که عمل مجرمانه و شرایط مجازات آنها باید در قانون مشخص شوند. این اصل دارای ارزش ذاتی و طبیعی است، زیرا تضمین برای حقوق افراد می باشد و افراد جامعه با شناخت اعمال مشروع و نامشروع رفتار مناسب پیش می گیرند. مجازات یا کیفر به معنای این است که اگر کس عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادات آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد، چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند، یعنی تنبیه شود تا هم باعث عبرت خود و دیگران شده تا این عمل را دوباره انجام ندهد. مجرمین نیز مجازاتی که در قانون قبل از ارتکاب فعل برای جرم ارتکابی تعیین گردیده در حراس قرار گرفته و از ارتکاب آن خودداری می نمایند. شریعت مقدس اسلامی اولین نظام حقوقی در جهان است که اصل قانونیت جرایم و جزاها را در جامعه انسانی اساس محاکم قرار داده است. بسته معلوماتی که ارتباط داشت با موضوع امروزی رسم زندگی دیدیم و دانستیم، قرار است صحبتمون را داشته باشیم با جناب استاد. سلام استاد، خیلی خوش آمدین، وقتتون بخیر. به نام خداوند یکتا، با عرض درود سلام خدمت شما، همکاران تکنیکیتان و تمام بینندگان محترم. تشکر از اینکه ما را دعوت کردین. سلام باشین. ممنونتان، شما افتخار بخشیدین بر اینکه حضور پیدا کردین در برنامه رسم زندگی. از موضوعی که قرار است من شما روش بحث داشته باشم که تو خطی بتوانیم مشکلات و چه چالش هایی که وجود داره فراروی همفتنامون نوجوانان و جوانان حل بگردد یا هم برفو شود از قانونیت جرایم و مجازات. پس شما بسه استاد اگر تن خود مقدمه داشته باشین بعد میریم به طرف دیگر سوالات. قانونیت جرایم و جزاها، قبل از اینکه روی قانونیت جرایم و جزاها بریم، جرایم همیشه همواره بوده از شروع حیات در کره خاکی تا امروزه و در قبال جرایم مجازات ها هم بوده. مجازات ها گوناگون بود و در ادوار مختلف، در تاریخ های مختلف با جرایم روی کرد های مختلف صورت گرفته. بالاخره تصمیم بری شد با نظریات که در عرصه حقوق جزا مطرح شد توسط دانشمندان که پسان به رزومه پردازیم انشاءالله، یک سلسله اصول به جرایم و به جزاها پذیرفته شد که از جمله اصول اساسی قانونیت جرایم و جزاهاست. قانونیت جرایم و مجازات ها به چی مفهوم است؟ قانونیت جرایم و مجازات ها به این مفهوم است که ما قبل از اینکه افراد بشر به عنوان از اینکه اعمال انجام میتن به این مجازات بکنیم، محاکمه بکنیم، خوب است که برشان تحت یک لیست بگوییم که اینی اعمال شما مشروع است و اینی اعمال شما ممنوع است. بعد از اینکه به افراد بشر اعمالشان گفتیم که اعمال ممنوع کدام است، وقتی که باز انجام دادن و اعمال، بریم به سراغ مجازات کردنشان. و مجازات ما مجازات باشه که از قبل گفته باشیم، یعنی تا زمانی که ما به افراد بشر نگفتیم که کدام اعمال شما ممنوع است و کدام اعمال شما ممنوع نیست و در قبال کدام اعمال ممنوع کدام مجازات هاست، اگر بیاییم اونا را مجازات بکنیم، این خلاف قانون است. همین موضوع را تحت عنوان قانونیت جرایم و قانونیت مجازات بس میکنه. قانونیت به معنای از این که باید در قانون تصریح شود. بله. یعنی هم اعمال جرمی
در قانون تصریح شود که برای این میگن قانونیت جرایم و هم مجازات باید در قانون تصریح شود، یعنی صراحت پیدا بکنه قبل از اینکه فرد جرم انجام بده، به این میگن قانونیت مجازات. پس قانونیت جرایم مجازات یعنی تصریح اعمال جرمی و مجازات معینش در قانون، قبل از اینکه مبرم افراد محاکمه و مجازات کنیم میاییم قبل از او در قانون پیش بینی میکنیم. خب حالا استاد، کسانی که نگاهی نمیداشته باشن یا هم اصلا آگاهی آموتام ندارن از قانون که بله. چون اینجا گناه را یا هم اشتباه را مرتکب شده، باید طبق این ماده قانونی باید ما برش چونین جزا را بتیم، پس هیچ قدر میتونه که باز هم تاثیرگذار باشد بالای فردی که همین اشتباه را مرتکب شده؟ بله، ما در قسمت ازی که افراد آگاهی نداره، قسمی که شما میدانین قانون به قانوندانا، به استادای دانشگاه ها و به سارنوالا و قاضی ها تنها وضع نمیشه، بلکه بخصوص قوانین جزایی به تمام افراد که در یک قلمرو در یک خطه زندگی میکنن وضع میشه، باید همگی از این آگاهی داشته باشه. در قسمت ازی که یک تعداد باز خبر نباشن بیاین جرم انجام بتن که ما میگیم بیخبری از احکام قانون عذر پنداشته نمیشه، یک نظریه دانشمندان است که آیا می بیخبری از احکام قانون عذر پنداشته نمیشه با قانونیت جرایم و جزاها در تضاد است؟ در حقیقت اطور نیست. ما در قسمت بیان قانون دو نوع بیان داریم، یکی بیان صادر، یکی بیان واصل. بیان صادر به این معنا که ما بیان میکنیم، شرط نیست که به افراد برسه، و بیان واصلی است که زمانی که ما یک چیز میگیم باید به افراد بشر برسه، بعد از اینکه رسید باز در قبال از اون محاکمه و مجازات میکنیم. احکام قانون که وضع میشه بیان صادر است نه بیان واصل. پس چرا صادر میشه؟ از این خاطر ما دو نوع جاهل داریم. یکی جاهل مقصر و یکی قاصر. از اون خاطر یک نوش قابل محاکمه است. پس ما بیان کردیم به افراد مصارف هزینه کردیم توسط منابر، مساجد، توسط رسانه ها، توسط دانشگاه ها، توسط افراد خیر آگاهی دادیم. ای که افراد خودشان نمیرن مطالعه نمیکنن، اعمال ممنوعه را آگاهی پیدا نمیکنن، پس خودشان مقصر است. از این خاطر میگیم بیخبری از احکام قانون عذر پنداشته نمیشه. بله دقیقا. وقفه خیلی کوتاه، دوباره برمیگردیم، صحبت هایمون ادامه دارد. بازم وقت شما هیجان بخیر، در ادامه رسم زندگی قرار داریم و صحبت های من ادامه دارد. بیننده های خوب من میتونین امیل از تلفن هایتون را برداشته و شمار تماس 020-220-993 با تماس شوین. همه قبل از این که تماس بگیرین موقعیت یا هم مکان مناسب را انتخاب بکنین، آواز من را از طریق تلفن های همراهتون بشنوین و صدای های تلویزیون هایتون را پخش بکنین. بال هم صحبت های من را ادامه میدیم با جناب استاد. خب حالا استاد، شما اشاره خیلی ها خوب داشتین و بیان همچنان کردین در رابطه با قانونیت جرایم و مجازات. حالا فرض کنیم یکی هست جوانان کشورمون هستن، یکی از اشتباهات خیلی ها بزرگ را انجام میتن، ولی اگر ما بیایم شخصیت شناسی خیلی خوب داشته باشیم شاید دچار هست مشکلات شده باشد. پس این که چگونه میتونیم جزایی براش البته که مناسب باشه براش تعیین بکنیم، پس بیشتر هست شما بشنیم در این موضوع. خب در پایه اصل قانونیت جرایم و جزاها بعض اصول پذیرفته شده دیگه هم در ساحه جزا وجود داره. مثلا ما اصل شخصی بودن مجازات و اصل فردی بودن مجازات هم در پالی اصل قانونیت جرایم و مجازات ها داریم. چیزی را که شما بیان کردین در حقیقت برمیگرده به اصل فردی بودن مجازات که با اصل قانونی بودن در یک قطار قرار داره. اصل فردی بودن این است که خب هر کس انسان است، ضعیف است، ممکن خطاهای ازشان سر بزنه، اشتباهات سر بزنه. ای برآورده فکر مارکانسل آلمانی است که بله. گفت ما بیاییم حقوق جزا را مطابق بسازیم با شخصیت شخص. گفت هر جایی که جرم با وقوع می پیونده شما دو دوسیه پرتین، یک دوسیه جنایی و یک دوسیه شخصیتی. دوسیه شخصیتی زمانی که ما میاییم فرد شخصیتش مورد مطالعه قرار میتیم، ای که باید بیاییم شخصیتش چگونه یک شخص است، شخص نیک است، محصل است یا ولگرد است، دفعات ارتکاب جرم شده، دلایل که آورده ایره مرتکب جرم شده و علل عوامل که باعث مرتکب جرم شده. پس باید مجازات متناسب با شخصیتش بسازیم. خب هر کس ازش اشتباه سر میزن، از همین خاطر از به اساس اصل فردی بودن امروزه ما و شما با تصویب قانون کد جزای جدید ما در سال 1396 خیلی چیزهای خوب دیگر هم داریم در سایه جزا. مثلا ما بدیل حبس داریم، ما تدابیر تامینی داریم که البته اصل قانونیت جرایم. بدیل حبس یک چیز جدیدی است که در کد جزای امروز ما شما پیش بینی شده، تا فعلا زمینه های تطبیقش روش کار دارن اجرا نشده. یک نفری که به حبس
قانونی تا 5 سال محکوم شده باشه، ما میتونیم که برش حبس نتیم، بدیلش بتیم به شرط رهایی مقید. مثلا میگه میشه که تو در اینی شفاخانه از اینی ساعت تا اینی ساعت کار بکو، شاید برش مستعین بکنه قاضی یا نکنه، نظر به شخصیتش. یعنی حبس نمیتیم، برش بدیلش میتیم، چون قاضی تشخیص کرده به مانند یک دکتر که کدام دوا به خاطر مریضی ازی خوب است. ما باید تشخیص بکنیم که کدام جزا را بتیم تا میالت خطرناکی که فرد از خود نشان داده باعث اصلاح شود. خب حالا صحبت از جانم در این فکر می باشن، خب حالا اگر چون این اشتباه را من مرتکب شدم، در بدل شاید جزای من خیلی آسان باشه و به مدت شاید یک سال دو سال من بتونم بازم چون این اشتباه را مرتکب شدم، این چه قطع میتونه که تأثیر گذار باشه در آینده ها؟ البته از این خاطر که جوان ها همونطور حدس نزنن و از این خاطر که ادبایی که در افغانستان زندگی میکنن و در جهان زندگی میکنن همونطور حدس ها را نزنن، ما اصل قانونیت جرایم جزاها را پذیرفتیم. یعنی پیش از اینکه ما بیاییم بر اعمال او انجام بتن، برشان پیشکایی برشان گفتیم که اینی اعمال شما ممنوع و اینی اعمال شما مشروع. ببینین اصل قانونیت جرایم و جزاها زمانی که میگیم اساس قانونگذاری است. وقتی که مقنن میاید در قانون میگه قتل جرم، سرقت جرم، تجاوز جرم و یا قذف جرم، اینی اعمال جرم شد، غیر از تمام اعمالی که است مشروع. چون سابقه اصل در شریعت اسلام است، ما در شریعت اسلام بخصوص در فقه حنفی یک اصل داریم، الاصل فی الاشیاء والاموال الاباحه. اصل در اشیاء و اعمال اباحت است. هانچی را که ما شما میخوریم تمامش مشروع است، مباح است. تمام کارهایی را که انجام میدیم مباح است، مگر اینکه یک دلیل بیاید که او را ممنوع بسازه یا یک دلیل بیاید که او را حرام بسازه. همین قسم در قانون تمام کارها حتی قتل جواز داره، مگر اینکه قانون بیاید بگوید که قتل ممنوع است، باز برش یک جزا را. پس زمانی که قانون میاد تمام اعمال پیش بینی میکنه، همه چیز واضح، بهتر است که جوانان چنین حدس را نزنه. اما با وجود از اون، ما یک نظریه دیگه هم در جرم شناسی داریم. اون نظریه ای است که هر کس جرم انجام میده قبل از او اعمال خود میسنجه. مثلا یک نفر که میاد اختلاس میکنه، خب من چند سال کار میکنم، اینه قدر کار چقدر ما جرم 20,000، خب ایره ضرب 5 سال میکنه شاید شود 4-5 لک، میگه زیرا اگه اختلاس کنم من میایم 20 لک کار میکنم، خب 5 سال حبس و 5 لکش جبران میشه، 15 لکم بازم منعف کردیم. بنابراین ما نمیشه که به اساس حدسای افراد بیاییم مجازاتشان تخفیف بتیم. اصل قانونیت جرایم و مجازات ها آنچه که در قانون گفته شده چون تناسب داره با شخصیتشان، ما میایم مجازاتشان میکنیم. دقیقا استاد، در این اواخر در کشور که حالا زیستاریم و زندگی میکنیم، مشکلات، چالش ها و بخصوص جرایم و جنایی به اوج خود رسیده، یعنی افزایش پیدا کرده. اگر ما ببینیم در چنین کارها کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان همچنان نقش خود را داشتن، خب حالا اگر ما ببینیم به هر بخش و به هر طبقه مجازاتشان فرق میکنه یا خیر؟ بله ها، طبعا ما یک تقسیم بندی دیگره که به مجازات ها داریم از لحاظ سن است. کسایی که طفل هستند، طفل مطابق کد جزای افغانستان کسایی که 18 را تکمیل نکردند طفل گفته میشه، برای از اینا مجازات نیست، بلکه برای از اینا چون اینا تخلف انجام داده مجازات نیست. یک دیگر تدابیر ما داریم، مثلا حجز داریم، حجز که در دارالتعدیب و حجز در منزل، بازیام سنشان فرق میکنه. مثلا کسایی که تا 12 ساله هستن، 12 ساله رو تکمیل نکردن، متاسفانه یک خلام است که از این خیلی باندهای جنایی استفاده هم کردن، هر نوع جرم را که انجام بدن معاف هستن، اصلا اقامه دعوی جزایی علیش نمیشه. کسایی که 12 را تکمیل کردن 16 را نکردن، ربع مجازات کلان سالا را برشان میتیم، و کسایی که 16 را تکمیل کردن 18 را نکردن، سلس مجازات کلان سالا را، یعنی 3/3 از مجازات کلان سالا بیشتر بودن نمیتونه. همین قسم کسایی که 20 تکمیل نکردن اعدام نمیشن تا کسایی که 20 تکمیل نکرده، اما کلان سالا باز مجازاتشان از 20 به بالا یکسان است تا که هنگام وفات. اما باز تناسب در اینجا به اساس شخصیت است، چون ممکن یک دو نفر برن همزمان یک جرم انجام بده، چون شخصیتاشان متفاوت است، عواملی که هر دوی از زیر وادار کرده که جرم انجام بده متفاوت است، مجازاتشان متفاوت می باشه. بله دقیقا، ما منتظر تماس شما هیزان هستیم. از طریق شما تماس 0220 و 0220 کوشش میکنیم در ذهن شما هیزان است از جناب استاد بپرسیم. خب حالا استاد، بعضی از افراد هشخاص بعضی از دلایل منطقی و بعضیشان دلایل نامنطق را البته بیان میکنه، بله متوسط به خاطر چنین دلیل ما دست زدیم به چنین جرایم، خب بازم بخشیده میشن از طرف کسانی که درست هستن و کسانی که تصمیم میگیرن برشون چنین جزاها را؟
خب قسمی که سوال قبلی شما یک بخششمون که چرا آمار گراف جنایی ما خیلی بالا شده، ما در پلی ازی که بیایم با مجرمین مجازات کنیم یان قدر مفات نمیشه، ما باید بیایم با علل جرایم، با عوامل جرایم مبارزه کنیم. یک جامعه بهتر میتونه که جرایم کنترل بکنه که با علل و عواملش مبارزه بکنه. مثلا ما یک زمان محصار آمدن به قتل رساندن، اختطاف کردن، همه مردم افغانستان احساساتی گفتن که اعدام بکنیم. زمان که افراد اعدام میکردن یا حکم میدادن، محاکمه و مجازاتش میده، یک افتباتش یک طفل دیگه را. چون عوامل که آمده باعث جرایم شده، ما باید بیایم با عوامل که فقر و عدم تقسیم موازی قدرت است و غیره مبارزه کنیم. در قسمت این سوالتان که آیا بخشیده میشه اگر عللشان، ما در پلی معجب باشه، بله در پلی مجازات ها گفتم، در پلی اصل قانونیت جرایم مجازات ها سایر حصول هم داره. مثلا ما یک سلسله احوال داریم تحت عنوان احوال مخفه، احوالی هسته که تخفیف میده به مجازات. مثلا یک نفر جرم انجام داده با یک انگیزه شریفانه، بشر دوستانه، یک نفر جرم انجام داده بار اولش است، یک نفر جرم انجام داده دوباره بعد از اینکه جرم انجام داده با مجنیاله یا کسی که متضرر است همکاری کرده، او را کمک کرده، رسانده شد، دوباره اظهار ندامت میکنه. این بعض حالت هایی است که باعث تخفیف مجازات میشه. اما اگر یک نفر جرم انجام بده با وجود از هم که ندامت داشته باشه، ما محاکمه و مجازات میکنیم. چرا؟ چون ندامت بعد از ارتکاب جرم است. خود طبیعی است هر کسی که وجدان سالم داشته و جرم انجام داد نادم میشه. اما چرا ما محاکمه میکنیم؟ ما محاکمه را به خاطر گذشته نمیکنیم، به خاطر اون حالت خطرناک میکنیم که در فرد وجود دارم. محاکمه به خاطر است که انمی حالت خطرناک از فرد دور شوه تا از طریق اصلاحی از این متناسب باشیم از اجتماع دفاع بکنیم. پس هدف چی است؟ اصلاح تربیه مجدد مجرم. به خاطر چی؟ به خاطر دفاع از جامعه. بله، از ندامت اشاره کردین استاد. حالا بعضی از افراد اشخاصی که مرتکب چنین اشتباهات یا گناه ها میشن و میخواین قبل از اینکه البته کسانی که هم نیروهای امنیتی دفاعی و کشفی کشورمان پیگیری میکنن تا اصل قضیه را بیان بکنن یا هم روی واقعیت ها بکشانن، خودشان بیاین و بیان بکنن به اشتباهی را که خودشون مرتکب شدن، باز هم تخفیف وجود داره؟ بله، یکی از احوال مخفف میاد بیشتر. ببخشید در رابطه با این موضوع یا خیر؟ بله، یکی خب سیاست جنایی کشورها متفاوت است. قانونگذار هم زمانی که میاد یک قانون وضع میکنه، سیاست هایی که جنایی که یک کشور باید تعقیب کنه به اون میپردازه. ما یک نوع سیاست های تشویق آمیز داریم در قوانین کیفری یا جزایی خود. یک سیاست مویی است که افراد، درست است که انسان است، خطا زدن سر میزنه، بعض اشتباهات وجود داره، بازم سیاست های تشویق کننده داریم. مثلا میگیم شما متحد شدین با یک گروه جرمی، هنوز جرم انجام ندادین، بیاین دستگاه های عدلی و قضایی را در جریان بانین، در دستگیری از وا کمک کنین، شما معاف هستین. یا فرض کنین شما جرم انجام دادین، یک جرم سرقت مسلحانه در یک جای صورت گرفته اما معلوم نیست کی، یکی از اعضاش میای نمیر اعتراف میکنه، در دستگیری از وقت کتما کمک میکنه. خب در قسمت از این شخص باز ما احوال مخفره داریم. یا یک فرد خودش اظهار ندامت کرده، آمده خود تسلیم میکنه، ما می جرم انجام دادیم، ای بر ما چی را میرسانه؟ چون ما گفتم مجازات به خاطر عزیز که حالت خطرناک از بین ببریم، ای به ما ای را میرسانه که حالت خطرناک اینمی فرد خیلی آهات و شدید نیست، خیلی خفیف است، به خاطر که نادم است آمده. پس یکی از احوال مخفف است که متخفیف. احوال مخفف که میگیم، احوال مخفف یک درجه مجازات پایان میاره. مثلا در قسمت حبس بگویم، ما 6 کتگوری از حبس داریم، 5 کتگوری داریم. حبس قصیر که از 3 ماه شروع میشه تا 1 سال، حبس متوسط که بیش از 1 سال الی 5 سال، بعد از او حبس طویل داریم که بیش از 5 سال الی 16 سال، حبس دوام درجه 2 داریم که از بیش از 16 سال الی 20 سال، و حبس دوام درجه 1 داریم که بیش از 20 سال تا 30 سال. اینال فرض کنیم جرم رقمی فرد انجام داده، حبس طویل است، یعنی از 5 تا 16 سال، ممکن برش 10 سال باشه. زمانی که اینمی احوال مخفف در وجود از اینمی شخص جمع میشه، قاضی میتونه یک درجه مجازات پایان بیاره، یعنی از 10 سال بیاره از 1 تا 5 سال، باز یک گزینه رو مطابق با شخصیتش که تناسب داشته باشه با جرمش میتونه انتخاب بکنه. پس ما در قوانین کیفری خود همچون موارد را داریم در پلی اصل قانونیت جرایم و مجازات ها. بله استاد، بعضی از هموطنان میگن که چنین شخصی یا همچنین فردی محکوم به حبس ابد شد. پس این چگونه هست؟ پس که شما اشاره کردین حبس طویل داریم و حبس از 1 سال به 5 سال، البته پس
بیشتر هست شما میشنوید. ما یک سلسله موارد داریم در افغانستان که غلط مشهور است. غلط مشهور یک اصطلاحی است که آنچه غلط است اما مشهور شده میان مردم. متاسفانه حتی ما میبینیم که اراکین بلندمنده در بلند رتبه دولت هم حبس ابد بیان میکنن. حبس ابد مطابق قوانین کیفری به حبس گفته میشه که فرد تا زمانی که عمر حیات خود را یا نفس خود را دست نداده در زندان باشه. بله. چون این چیز ما در قوانین افغانستان نداریم. ما حبس با میادهای مشخص داریم. ما قبلا تا قبل از سال 1396 اما بالاترین میاد حبس ما 20 سال بود. کد جزا که وضع شد چون گفت تناسب میان جرم جزا در او رعایت نشده آمدیم میاد حبس تا 30 سال بردیم. در جرایم مشخص تا 30 سال است. بعض احوال خاص هم وجود دارد که ممکن است از 30 سال بیشتر شود، مثلا 40 سال 45 سال شود. او در حالت است که یک نفر جرم انجام داده محاکمش کردیم 20 سال حبس دادیمش، زمانی که در زندان میره که همسلول خود را میکشه باز یک جرم دیگر انجام میده، باز محکوم میشه. باز در این حالت اگر 30 سال هم بیشتر شد مشکل نداره، اما حبس ابد نداریم. یک تعدادی را بیان میکنن خود امی 30 سال هم کس حبس ابد است. نخیر، چون ما سن اشخاص حد زده نمیتونیم که کی چقدر عمر میکنه. ممکن یک نفر 80 سال عمر بکنه، در 20 سالگی جرم انجام داده، 30 سال حبس دادنش، 50 سال که در 50 سالگی رها شد، 30 سال. باز در پلی از این ما تخفیف ها داریم، تخفیف های عمومی داریم، تخفیف های خصوصی داریم، فرمان های به مناسبت عید و مولود و دیگر موارد داریم که ممکن است آزاد شوند. پس حبس ابد وجود نداره. بعض کشورها مثل هند حبس ابد دارن، اما افغانستان نداره حبس ابد. خب استاد، باز هم میگیم که بعضیشون میگن که کسانی که محکوم به حبس 10 سال یا هم 15 سال میشن، بعض ازی برمیگردیم بر این که اونا شاید نصفش سپری بکنن در زندان، یعنی هم از طرف شب اصاب میشه به طرف همان جزایشون و هم از طرف روز. هیچ قطعش میتونه واقعیت داشته باشه اگر خیلی کوتاه شاره بکنیم؟ چون این چیز فکر میکنم قبلا بودم روزه وجود نداره. 24 ساعت یک شبانه روز یک روز استک. حبس وقتی که میگیم 10 سال یعنی که از سال 1400 شروع کرد تا 1410. بله. یعنی هم میاد مشخص خود را باید سپری بکنه. اما باز در قبال از این ما در پلی اصل قانونیت جرایم جزاها گفتم دیگه حصول دیگه احوال داریم. ما در اینجا تعلیق تنفیذ مجازات داریم، ما رهایی مشروط داریم. رهایی مشروط قسمی است کسی که به حبس بیش از 10 سال یا 15 سال محکوم میشه، ثلث حبس خود را سپری کنه، سه خود را. عمر محبس بیاید بگوید که نمی شخص اصلاح شده، که ما کمک میکنه، همکاری میکنه، سارنوال تایید بکنه، ما میتونیم که یک سه باقی مانده شه رهاش بکنیم، اما مقید. مقید به چیز هم به این در اینمی زمان که جرم انجام داد جمع جزای جدید هم گذاشتن هم برش محبت. سلامت باشین. سلامت شما. سلامت باشین. بخیر باشین. تشکر از شما. خب این ده های خوب من ایبود برنامه امروز بحث امروز که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد خدا بند حافظ و نگهدار همگی ما شما. همیشه شاد موفق باشید و زندگیتان را هدفمندانه به پیش ببرید.